در تاریخ زندگی هر ملتی، هر گروهی، هر مردمی انسانهایی پدیدار می شوند که جایگاه ویژه‌ای پیدا می کنند، به نیکی یا به بدی. مثلا در تاریخ ما چنگیز خان مغول و اسکندر یا شاه سلطان حسین به عنوان آدم های بسیار بدنام شناخته شدند. چنگیز و تیمور در آدم کشی و شاه سلطان حسین صفوی در بیلیاقتی و ناتوانی، یا آدمی مانند نادرشاه در میان شاهان پس از دوره اسلامی در ایران به عنوان یکی از تواناترین پادشاهان شناخته شده. ولی به هر روی در دوره مدرن انسان‌هایی پدیدار شدند که بر سرنوشت و تاریخ کشور ما آثار ماندگاری از اونها به جای مونده. یعنی اونها در واقع مسیر زندگی رو در حوزه، در سپهر اندیشه‌ای، در سپهر سیاست، در سپهر قانون، در سپهر فرمانروایی برش تأثیر گذاردند و نام اونها در میان ما ماندگار شده، به نیک و بد. من در این 30 سال گذشته که از ایران به خارج کشور آمدم و از یک امنیت بیشتری برخوردار هستم، همواره کوشیدم که نام 2 نفر رو زنده نگه دارم. البته این دوتن نیازی به کوشش من برای زنده ماندن نام ندارند. آدم های بسیار بزرگی هستند و در تاریخ ما همواره جاودان و ماندگار خواهند بود. اما من کوشش کردم که به سهم خود، با توان اندک خود، با دانش اندک خود در زنده ماندن و زنده کردن، و زنده کردن شاید اونقدر درست نباشد، ولی برجسته کردن نام اونها و جایگاه اونها کوشا باشم. و جالب اینجاست که این ماه اسفند پیوند با هر دوی این شخصیت دارد. البته ما با یک شخصیت بزرگ دیگری هم در تاریخ ایران روبرو هستیم که همه ماها و زمانها به او پیوند دارد و اون ابوالقاسم فردوسی است، سراینده شاهنامه و یکی از برجسته ترین شخصیت ها در انسان ها در ماندگاری فرهنگ و زندگی ایرانیان. یعنی باید گفت که او در این راستا یک جایگاه هزاره‌ای دارد، جایگاهی که به این سده مربوط نیست، جایگاه 1000 سال گذشته است. اما در سده گذشته دو تن به راستی باید گفت که از دیدگاه من و کوشش من این بوده که اونها رو همواره یادآور بشوم، جایگاه ویژه‌ای در سپهر فرهنگ و سیاست ایران داشتند و هر دو اینها در این ماه اسفند به گونه‌ای هم سرنوشت شدند. یکی از اونها زنده یاد محمد مصدق است که من درباره او نوشتم و می‌نویسم و خواهم نوشت و برنامه‌هایی رو در این تلویزیون درباره کارهای او داشتم و در جاهای دیگری هر جا که بتوانم یاد این مرد بزرگ تاریخ ایران رو زنده می‌کنم و یاد او رو گرامی می‌دارم و اجازه نخواهم داد که آدم‌های بیایند و با دروغ پردازی و یک نوع هوچیگری غباری بر چهره یکی از بزرگترین انسان‌های تاریخ مدرن ایران بپاچند. و در این راستا هم در این سال‌ها کوشیدم. این که می‌گویم اسفند، از این روز که در ماه اسفند، در 14 اسفند، سال روز مرگ زنده یاد محمد مصدق است. 50 سال مرگ محمد مصدق هفته پیش بود که من به اون پرداختم. و همچنین 29 اسفند در آستانه نوروز سالگرد ملی شدن صنعت نفت است و روز بسیار بسیار نیک و بزرگی برای مردم ایران به شمار می آید. برای نخستین بار ایرانیان توانستند به مفهوم درست کلمه استقلال خودشون رو به دست بیاورند، استقلال اقتصادی خودشون رو، استقلال سیاسی خودشون رو. شاید هم کوتاه زمان بود، ولی به هر روی این شادمانی 29 اسفند 1329
در زندگی ما جاودان شده. اما در این ماه اسفند آن شخ آن مرد دیگری که آن انسان دیگری که گفتم و این دو هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما انسان دیگری که گفتم در این 30 سال گذشته من همواره کوشیدم نام او رو زنده نگه دارم و کوشش کردم که او رو بیشتر به جامعه جوان ایران بشناسانم، زنده یاد احمد کسروی است که در سپهر نه سیاست بلکه در سپهر اندیشه یکی از بزرگان دوران نواندیشی، دوران نوآوری و دوران مدرنیته ایران به شمار می آید. امروز که من با شما سخن میگویم روز 20 اسفند است. در 20 اسفند 1324 خورشیدی 71 سال پیش این مرد بزرگ رو یک پژوهشگر برجسته تاریخ، یک قاضی دادگستری، یک وکیل دادگستری، حقوقدان، زبانشناس و یک نظریه پرداز و مصلح رفرماتور اجتماعی دینی رو در کاخ دادگستری کشتند. گروهی که به نام فدایان اسلام نامآور شدند در این روز، در این روز 20 اسفند احمد کسروی رو در کاخ دادگستری کشتند. و در این 30 سال گذشته من از راه نوشتار و گفتار و کتاب‌هایی که منتشر کردم همواره کوشیدم که این روز رو در میان مردم ایران زنده نگه دارم. این پیکره آخرین تازه ترین کتاب من درباره کسروی، زندگی و زمانه احمد کسروی. من کتاب شیعه‌گری و صوفی‌گری او رو بازبینی کردم و به چاپ رساندم و در این کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی دو نوشتار بلند او رو، البته بلند به مفهوم کارهای کسروی، 80 و 90 برگ، 100 برگ کارهای کسروی، زندگی 10 سال در ادلیه و زندگی من رو با افسوده هایی در این کتاب گنجاندم و به چاپ رساندم. هر 20 اسفند که فرا میرسد من میکوشم که یاد زنده یاد احمد کسروی رو، نام زنده یاد احمد کسروی رو باز برای به ویژه نسل جوان ایران بازگو کنم، کارهای او رو برجسته کنم و این خورده رو بر کسانی که از او یادی نمی کنند بگیرم که چرا درباره کشتن کسروی یک داوری آشکار و روشن نمی کنید و کشتن این مرد رو به دلیل بر روی نقد به دین محکوم نمی کنید. احمد کسروی نخست رخت دینی بر تن داشت. این پیکره‌ای که جناب بهروز نشان دادند نشان می دهد که ایشان در آغاز با این رخت دینی به تهران آمده و سپس در پیکره دیگری که می بینید که نشان دادند در قوچان، هنگامی که در دادگستری بوده، در عدلیه اون زمان بوده و برای بازرسی وضعیت دادرسی خراسان، دادگستری خراسان، عدلیه خراسان به خراسان رفته بوده، میبینید که دیگر رخت دینی بر تن ندارد. مرد بسیار بزرگی بوده و من در اینجا میخواهم به این رویداد روز ویژه 20 اسفند بپردازم. چرا این روز دارای جنبه برجسته است؟ از آنجایی که احمد کسروی نخستین کسی در تاریخ مدرن ایران است که به بهانه دین کشته شد. در تاریخ مدرن ایران در گذشته وجود می داشته، به بهانه های سیاسی خیلی ها رو کشتند یا سربنیز کردند، زندانی کردند، اما احمد کسروی رو در دوران دموکراسی ناقص، در دوران دموکراسی نیمبند پس از شهریور 20 به بهانه دین کشتند، آن هم در کاخ دادگستری. و جالب اینجاست که نام پایه‌گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی یا به گفته هواداران ایشان امام خمینی برای نخستین بار در اسناد تاریخی در همین دوران کشتن احمد کسروی در تاریخ ثبت شده. احمد کسروی مکتب فکری را آغاز کرده بود که آیین شیعی و به ویژه جایگاه روحانیان شیعی رو به زیر پرسش کشیده بود و می گفت که اینها به راستی جایگاه برجسته‌ای نه تنها نباید داشته باشند، بلکه جایگاه اونها جایگاه مثل زالوست
و اینها در واقع نیازی به اینها نیست و اینها زیان به دین میرسانند، به ویژه روحانیان شیعی رو. و در این راستا نقد به آیین شیعی رو از سالها پیش آغاز کرده بود، نقد به دین رو به طور کلی ولی به ویژه آیین شیعی رو. و در این مکتب کسانی پرورش پیدا کردند که یکی از اونها آدمی بود به نام حکمی‌زاده، فرزند یکی از بلندپایه‌ترین و نام‌آورترین آخوندهای قم به نام حاج آقا مهدی پایین شهری، که آدم سرشناسی در قم بود، مجتهد تراز اولی نبود ولی آدم سرشناسی در قم بود. فرزند او که همین آقای حکمی‌زاده باشه، یه دوره‌ای هم یک روزنامه، نخستین روزنامه، نخستین نشریه اصلاح طلب دینی رو در ایران به نام همایون منتشر میکرد در قم، از سال 1312 گمان میکنم یا 11. و این نشریه در قم که منتشر میشد، برخی از روحانیان روی هم رفته روشنبین اون زمان در این نشریه مینوشتند. کسروی هم در چند شماره این نشریه، از جمله در شماره یکم نشریه همایون، مقاله بسیار بسیار جالبی نوشت که آغاز دگرگونی و دگردیسی اندیشه او بود. در اون هنگام نقد او این بود که دین در خرافات، با خرافات آلوده شده و باید این خرافات رو از دین جدا کرد، و رفته رفته به این باور رسید که این خرافات بخشی از این آیین شیعی است. این باوری بود که کسروی پیدا کرده بود. و حکمی‌زاده هم که فرزند یک بر روی مجتهد مسلمان بود، رفته رفته به او پیوست و از این آیین برگشت. و در سال 1322 درست در همون هنگامی که احمد کسروی در دیماه کتاب شیعگری رو منتشر کرد، او هم در کنار مجله پرچم با سرمایه پرچم، همین حکمی‌زاده یه جزوه کوچکی رو منتشر کرد به نام اسرار هزار ساله که پرسش‌های رو از آخوندها در میان می‌نهاد. از خامه نویسنده آشکار است که این پرسش ها رو کسروی در واقع برای او نوشته، یعنی یا دست کم به او داده، چون اندیشه‌ای که حکمی‌زاده از او پیروی میکنه همون اندیشه هاییست که کسروی سرپرست و پایه‌گذار اون بوده. و این گونه می نماید که این حکمی‌زاده در اون هنگام داوری های احمد کسروی رو پذیرفته بوده و اونها رو روان می کرده. و به همین دلیل هم این کتاب اسرار هزار ساله جزوی بسیار کوچکی است. این کتاب به عنوان یک پیوسته با پرچم به چاپ رسید، روزنامه‌ای که در اون هنگام، مجله روزنامه‌ای که در اون هنگام کسروی منتشر می کرد و بارها هم توقیف شده بود. آیت الله خمینی دو بار در این زمینه داوری کرده است. یکی در اعلامیه است که در تارنمای او یا در اون مجموعه کارهایی که از او به چاپ رسیده و در تارنمای نور موجود هست، به نام قیام، دعوت به قیام ملی آمده. شاید یکی از نخستین نوشته های نشاید حتما یکی از نخستین نوشته های سیاسی و پرخاشگرایانه آقای خمینی است، که البته در اون زمان نام ایشان سید روح الله خمینی نبوده و این رو بعدها افزودند و اصلا نام خمینی رو اونقدرها نمیشناختند. اینها سه برادر، به نام سه برادر سرشناس بودن. آقای پسندیده برادر بزرگ اونها بوده، سرشناس بعدها شدند. نام خانوادگی یا شناخته شده اینها هندی بوده و آقای پسندیده برادر بزرگ نام خودش رو عوض کرده. یکی از این برادرها، از این سه برادر، همچنان با نام هندی زندگی کرده و با همین نام هم درگذشته، و دیگری آقای سید روح الله موسوی هندی است که نام خودش رو به دلایلی تغییر داده و به نام سید روح الله موسوی خمینی و سرانجام امام خمینی شناخته شده. در 15 اردیبهشت 1323 نوشتاری از سوی آیت الله خمینی آینده، امام خمینی آینده، در قم منتشر می شود در پرخاش به احمد کسروی.
این نخستین نوشته ایست که به طور بسته نه روشن و آشکار کسانی رو دعوت میکنه که احمد کسروی رو از میان ببرند. بخش از این نوشته رو برای شما میخوانم. میگوید که هان ای روحانیین اسلامی، ای علمای ربانی، ای دانشمندان دیندار، ای گویندگان آیین دوست، ای دینداران خداخواه، ای خداخواهان حق پرست، ای حق پرستان شرافتمند، ای شرافتمندان وطنخواه، ای وطنخواهان باناموس. از این جملات امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزگرد شهوتران بر شما چیره شود و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطلی خود کنند. امروز شما، یعنی شما همین روحانیین اسلامی، علمای ربانی، دانشمندان دیندار، داره با همردیف‌های خودش سخن میگوید، به اونها خورده میگیره. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب‌ها یک نفر تبریزی بی سر و پا، احمد کسروی رو که قاضی دادگستری بوده، احمد کسروی رو که وکیل دادگستری بوده، یکی از برجسته ترین پژوهشگران تاریخ ایران در اون هنگام به شمار می آمده، احمد کسروی که دانش دینی داشته و چیره بسیار بیشتر از آقای خمینی چیره بر زبان عربی بوده، چون زبان عربی آقای خمینی زبان بسیار ابتدایی بوده و همون چیزهایی در حوزه آموخته بودند، به این آدم میگوید تبریزی بی سر و پا. همه دیدی کتاب‌ها یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب آن همه جسارت‌ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد، امروز چه عذری در محکمه خدا دارید؟ این نوشته رو آیت الله خمینی در 15 اردیبهشت 1323 خورشیدی، نزدیک به 4 ماه پس از انتشار کتاب شیگری احمد کسروی، در قم بیرون داده. در پایان این نوشته آیه از قرآن آمده که من اون رو برای شما نمیخوانم و برگردان فارسی این آیه که در زیرنویس تجدید چاپ این بیانیه آمده، در همین تارنمای صحیفه نور، و درست این برگردان رو من برای شما میخوانم، برای که برگردان خود من نباشد، برگردانی است که اونهایی که این آیه رو خواندند در زیر نوشتند: و هرگاه کسی از خانه خیش برای هجرت به سوی خدا و رسول بیرون آید و در سفر مرگ او فرا رسد، اجر و ثواب چنین کسی بر خداست. چون در جملات پیش از اون به جوانان گفته شما قیام کنید، شما پاسخ بدهید به این بیدینی ها و توجه داشته باشید که اگر از خانه خیش برای رفتن به سوی خدا، کشتن و شهید شدن خدا و رسول بیرون بیایید و در سفر مرگ شما فرا رسد، اجر و ثواب شما از سوی خدا خواهد رسید. به عبارتی میگوید که این مرد رو بکشید. فتوایی در کار نیست، چون از آقای خمینی در اون هنگام استفتایی نمیشده که ایشون فتوایی بدهند، چون در اون اصلا جایگاه نبودند، یک مدرس گمنامی در قم بودند که کسی اصلا از ایشون پرسشی در این زمینه ها نمی کرده. ولی به هر روی در این بیانیه یک صفحه و نیمی عملا هم به روحانیان به دلیل سکوت در برابر این تبریزی بی سر و پا پرداخته و هم در پایان میگوید که جوانان، اگر شما از خانه خیش برای سفر به سوی خدا و رسول بیرون بیایید برای شهادت
و در این سفر مرگی به شما دست بدهد، شما اجر خود رو از خداوند دریافت خواهید کرد. آیه قرآن است البته میخوانه در اینجا. چند ماه پس از این بیانیه کتابی در قم به چاپ میرسد به نام کشف اسرار یا کشف اسرار هزار ساله. البته در نخستین و تنها بازچاپ به این کتاب از روی همان نسخه چاپ شده در قم، نسخه نخست چاپ شده در قم، این رو به عنوان کشف الاسرار آوردن که درست نیست. این نخستین چاپ کتاب در درست آستانه انقلاب 57 است که من در برابر شما قرار میدم. این نسخه است که من در دست دارم. این رو در صحیفه نور شما نمیابید. یعنی در همه این مجموعی که از آقای خمینی به چاپ رسیده و این بیانیه‌ای که اشاره کردم در اونجاست، نامه‌های خصوصی ایشان به این آدم و اون آدم و به پدرزن و برادر خانومش و دیگران همه اونجا هست. هر سخنرانی و هر نکته‌ای که ایشان گفتن در این صحیفه نور 22 جلدی آمده. این کشف الاسرار یا کشف اسرار هزار ساله که پاسخ به حکمی‌زاده است، ولی اندیشه‌های حکمی‌زاده اندیشه‌های کسروی است و حکمی‌زاده در واقع نویسنده این اندیشه‌ها بوده، در این صحیفه نور شما این کتاب رو نمیابید. یکی از دلایل اون در این است که در این کتاب از پادشاهی و از سلطنت پشتیبانی شده و گفته است که روحانیان در درازای تاریخ از پادشاهی پشتیبانی کردند و با پادشاهان کنار آمدند. خب این با اندیشه‌ای که آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی براندازنده پادشاهی در ایران شناخته شده و ادعا کرده که ما از آغاز با پادشاهی مخالف بودیم نمیخوانده و در نتیجه کتاب رو به چاپ نرساندن. اما این کتاب دارای جنبه های دیگری هم هست که من در ادامه گفتار با شما در میان خواهم نهاد. یکی از مهمترین مسائلی که در این کتاب آمده جنبه دوگانه است که آقای خمینی نسبت به ولایت فقیه دارد. آیا واقعا فقیهان باید امور کشور را در دست داشته باشند یا نه؟ و مهمتر از همه اینها این است که آقای حکمی‌زاده که سخت تحت تأثیر احمد کسروی است پرسش‌هایی را عنوان می‌کند که نشان می‌دهد 73 سال پیش آدم‌هایی بودند که از روشنفکران ایرانی دوران انقلاب 57، روشنفکران مخالف پادشاهی و طرفدار پادشاهی فرق نمی‌کنه، روشنفکران چیره بر جامعه، چپ و راست و سلطنتی و جمهوری‌خواه و کمونیست و غیر کمونیست، جلوتر فکر می‌کردند. دست روی موضوعی گذاشته بودند که امروز ما ارزش اون رو می‌بینیم و به همین دلیل هم من میکوشم و خواهم کوشید که نام و یاد احمد کسروی رو زنده نگه دارم و اندیشه های رو در میان جوانان ایران پراکنده کنم و به اونها یادآور بشم که 70 و اندی سال پیش مردی پدیدار شد، مردی پیدا شد و این مرد پیشبینی میکرد، داوری درستی در مورد جایگاه روحانیان شیعی داشت. بخشی از این نوشته رو برای شما میخوانم از سخنان آیت الله خمینی رو و همچنین حکمی‌زاده رو که در واقع سخنان احمد کسروی است. ایشان میگوید که این نویسنده کتابچه، اون کتابچه اسرار هزار ساله، میگوید ببینید چقدر دقیق این نوشته، چقدر دقیق است این نوشته حکمی‌زاده که در واقع اندیشه احمد کسروی است. دین امروز ما میگوید فقیه در زمان غیبت نایب امام است. بر این سخن چندین اشکال فقهی و علمی وارد است، تا آنجا که میگوید اگر ولایت و حکومت داشته باشند ما در هر محله و گاهی در یک خانه چندین شاه خواهیم داشت. ببینید این ایرادی است که احمد کسروی بر موضوع ولایت یک فقیه میگرفته.
آقای خمینی در این نوشتار رسما از ولایت فقیه پشتیبانی نمیکنه و حتی در جای میگوید در مورد ولایت فقیهان بین فقیهان اختلاف نظر وجود داره و میگه لازم هم نیست، اما توضیح میدهد که اگر فقیه ولی کشور باشد به سود کشور خواهد بود. حتی بخشی دارد در برگ 187 دلیل حکومت فقیه در زمان غیبت. ببینید این جامعه روشن فکری و دانای ما این نوشته آقای کسروی رو که 71 سال پیش، نه ببخشید 73 سال پیش در اردی، این نوشته در حدود میانه سال 23 به چاپ رسیده، 72-73 سال پیش این نوشته رو نخوانده بودند. دارای آگاهی از اندیشه های آقای خمینی نبودند. اندیشه های مردی که در 70 و اندی سالگی به فرمان روایی میرسد و رهبر کشوری میخواهد بشود، دگرگونی در اندیشه های او به وجود نخواهد آمد. در دگرگونی ها در سن و سال جوانی است، در پایین است، در 30 سالگی و 40 سالگی است، در 75 سالگی که انسان دگرگونی اندیشه پیدا نمی کند. آقای خمینی پیشبینی اندیشه های خودش رو، بنیاد اندیشه های خودش رو در کتاب کشف اسرار هزار ساله در پاسخ به حکمی زاده و در این بیانیه‌ای که علیه خمینی داده پیشتر گفته بوده و با این همه بسیاری گمان می‌کردند که این آدمی که چهره او رو در ماه دیده بودند اصلاح طلب دینی خواهد بود و دینی رو به جامعه ارمغان خواهد آورد که در اون آخوندها در سیاست دخالت نخواهند کرد. این کتاب کتاب خواندنی است و من بران هستم که در ماهای آینده یک نوع نقدی رو از این کتاب به چاپ برسانم. اما بازگردیم به آنچه که برای برنامه امروز سالگرد کشته شدن احمد کسروی برای شما در نظر گرفتم. کمتر ایرانی است که درباره جایگاه پژوهشی احمد کسروی درنگی داشته باشد، پرسشی داشته باشد. کارهای برجسته او مانند شهریاران گمنام، تاریخ مشروطه، تاریخ 18 ساله آذربایجان، تاریخ 500 ساله خوزستان، نام شهرها و دیهای ایران و بسیاری از کارهای پژوهشی ماندگار او به راستی او رو در ردیف بزرگترین پژوهشگران تاریخ ایران قرار داده و شاید بتوان گفت که در تاریخ 100 سال گذشته ایران او و کسی مانند آدمیت به راستی ما مردم ایران به اونها برای زنده کردن تاریخ ایران وامدار هستیم. آدمیت در راستای تاریخ مدرن ایران، احمد کسروی در راستای تاریخ ایران به طور کلی. و فراموش نکنیم این مرد رو در کاخ دادگستری 71 سال پیش در 55 سالگی کشتند و اگر به او اجازه می دادند که 20-30 سال دیگر هم زنده بماند چه بسا کارهای بزرگ دیگری رو هم خلق می کرد. پژوهش‌های بسیاری انجام داده بود که به چاپ نرسیده بود. خود او بر پای گفتگوی دوستان و یارانش بر این باور بود که می تواند تاریخ مشروطه رو دقیق تر فراهم کنه یا کارهای دیگری رو انجام داده بود که تاراج شد و به چاپ نرسید و از میان رفت و حتی خیشاوندان او و خانواده او از بیم و هراس اون فضایی که ایجاد شده بود پس از کشتن او بسیاری از کارهای او رو نابود کردند، از میان بردند و اگر هم از میان نبردند امروز در دسترس ما نیست. و این مرد که همه کارهای پژوهشی او اساسا در یه دوره 12-13 ساله انجام شده بود، ای بسا که کارهای ناتمام بسیاری رو در پیش رو داشت و چه شوربخت جامعه‌ای که مردی با چنین توانایی رو به دلیل دینی از میان بردند. من اینکه پافشاری میکنم برای ماندن نام احمد کسروی، جاودان ماندن نام احمد کسروی، برای این است که نسل جوان ایران که با کارهای او آشنا نیست بداند که مردی بوده است که 70 و اندی سال پیش این دغدغه رو داشته است که اگر
حکومت دینی، حکومت روحانیان در ایران به سر کار بیاید، ایران رو ویران خواهد کرد. و این رو پیش بینی میکرده، هشدار میداده، تذکر میداده به دولتیان که میدان ندهید به این گونه تبلیغات. جای آخوندها در همون مسجد و جایهای از این دست است و کسی گوش شنوایی به این مسائل نمی داشته. فراموش نکنید احمد کسروی در دورانی که حزب توده و هواداران و اندیشمندان توده‌ای نهج البلاغه رو تبلیغ می کردند و ابوذر غفاری رو نخستین سوسیالیست می خواندند، احمد کسروی به نقد به ارزش‌های خرافی دینی نشسته و یکی از نخستین کسانی است که شمشیر قلم رو از رو بسته و به این ساختار کهنه روحانیت شیعه برخورد کرده. و این است که ما باید هر سال همواره نام او رو زنده بداریم و با کارهای او آشنا بشویم. من به همه باورهای یا به همه داوری های احمد کسروی باور ندارم. در نوشتارهای من شما می توانید خردگیری های آشکاری رو از من نسبت به برخی از داوری های احمد کسروی بیابید. من جایگاه این مرد رو به عنوان یک پژوهشگر جسور تاریخ، یک نظریه پرداز جسور، یک رفرماتور جسور در واقع برجسته می دارم. نه این است که با همه داوری های او همسو باشم و حتی در پاره زمین ها ناهمسو هستم و نقد به اونها میکنم. اما در این سالگرد 71مین 71مین سالگرد کشته شدن احمد کسروی، اجازه بدهید که در این زمان پایانی بخش های دردناکی رو از چگونگی کشته شدن او برای شما از زبان یارانش و از زبان دشمنانش بازگو کنم. نخست اجازه بدهید که از حسین اکبری که از مداحان سرشناس ایران بوده، حسین اکبری حلبی ساز معروف به آهنکوب، یاد کنم. اینها در همه در کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی که من فراهم کردم آمده و همیهنان می توانند از راه تماس با برای شرکت کتاب که این کتاب رو به چاپ رسانده، تماس با همین اندیشه، تلویزیون اندیشه، یا با تماس ایمیلی با من این کتاب رو فراهم کنند. این گفته از حسین اکبری است. آقای نباب گفت ما که دستمان به احمد به کسروی نمی رسد، بهتر از حالا که از دادگستری بیرون می آید قالش را بکنیم. آن دو تن، یعنی برادران امامی که پیکره اونها رو دیدید، اینا این برادران امامی، یکی از برادران امامی است در کنار اینا، دو برادر امامی هستند در پشت سر پدرشون. اینها آدمکش‌های فدایان اسلام بودند، بچه بازاری بودند و پدر اونها یه آخوند دونمایه‌ای بود در میان آخوندهای اون زمان. حالا که از دادگستری میاد قالش رو بکنیم. آن دو تن برادران امامی از جلو و بقیه از پشت سر وارد دادگستری شدند. خدا رحمت کند آقای مظفری را، زیر صندلی می رود و با اسلحه سرد قال قضیه را می کند. از دادگستری که بیرون می آمدند همه الله اکبر می گفتند. این آقای مظفری بعدها بازگشت و در تهران چند سال پیش درگذشت. اجازه بدهید که از زبان یکی از یاران احمد کسروی که در اون هنگام به کاخ دادگستری رفته بوده، ماجرای کشته شدن احمد کسروی رو برای شما بازگو کنم. میدانم دردناک است، ولی باید این رو به یاد بداریم و این یاد رو با اندوه زیاد تکرار کنیم، برای اینکه این نخستین قربانی یک نوع دشمنی دینی است. یعنی انسانی رو به نام دین کشتند، خیلی پیش از اینکه اون فتوای معروف آقای خمینی در مورد سلمان رشدی صادر بشود، این مرد رو به همین دلیل کشتند. برادران امامی، این از
زبان یکی از یاران احمد کسروی است. دردناک هم هست، از شما پوزش میخوام، ولی این رو با اجازه شما در این 71 سالگرد احمد کسروی برای شما میخوانم. برادران امامی با چند نفر از همدستان و توطئه کنندگان که در لباسهای پاسبان نظامی و متفرقه در راهرو و جلوی در ورودی بازپرسی در میان جمعیت در رفت آمد بودند، وقتی که از استقرار کسروی جلوی میز بازرس مطمئن می شوند، در یک یورش ناگهانی و حساب شده، یزدانیان، یکی از یاران کسروی که جلوی در ایستاده بوده، یزدانیان را که دارای جثه کوچکی بود به کناری پرتاب می کنند و یک نفر او را نگه می دارد. سید حسین امامی در یک دست اسلحه و در دست دیگر کاردی بزرگ میخواهد از اتاق کوچک عبور کرده وارد اتاق بازپرس بشود. حدادپور منشی و یکی از یاران برجسته کسروی، حدادپور که سر راه او نشسته، به عجله بلند میشود و راه او را سد میکند. حسین امامی در این وقت در بین اتاقک و اتاق بازپرس، در بین اتاقک و اتاق بازپرسی را باز کرده، حدادپور کمر او را از پشت میگیرد. در حال این کشمکش، برادر بزرگتر سید علی محمد که با طرح پیش بینی شده به دنبال برادر کوچک وارد اتاقک می شود، با کاردی بلند از پشت سر چنان ضربه‌ای به پشت حدادپور می زند که به تشخیص پزشک قانونی 4 دنده حدادپور از بند جدا می شود و نوک کارد هم قلب حدادپور را می شکافد. 2 ضربه دیگر از پهلو و گردن به حدادپور وارد می شود و گلوله نیز از شانه او وارد بدن او می شود که معلوم نیست از طرف برادران امامی شلیک شده و یا از طرف شخص سومی، گویا به اسم مستعار الماسیان، همان جواد مظفری که قبلا نامش رو بردم، که از پشت سر برادر بزرگتر وارد اتاق شده بود و آنها حدادپور را از پای در می آورند. سید حسین که پایش از چنگ حدادپور که کشته بودن او را خلاص شده بود، تیری از پشت به کسروی شلیک می کند. کسروی بلند می شود و از طرف راست میز بازپرس می رود تا خود را در پناه میز قرار دهد، که در حالی که پشت صندلی واژگون شده بازپرس گیر کرده بود و دست راستش همچنان از جیب بغلی که اسلحه در آن بود بیرون نیامده بود، کسروی سلاح همراه خودش داشته، در اون دوران پس از حمله‌ای که در اردیبهشت به او شده بوده همیشه یک هفتیری با خودش داشته و دست راستش همچنان از جیب بغلی که اسلحه در آن بود بیرون نیامده بود، در اثر تیرهای پی در پی امامی و شاید آن 2 نفر دیگر از پای در می آید. می بخشید، این بخش رو برای شما می خوانم. وانگاه هر 3 نفر خود را با کار به اندام نحیف و تیر خورده او می رسانند و کاری می کنند که سلاخ های قصاب خانه با گوسفند نمی کنند. اگر شما پیکره هایی رو که از کسروی و یارو منشی و حدادپور در روزنامه های آن زمان به چاپ رسیده نگاه کنید، میبینید که به راستی اونها رفتاری رو با این مرد بزرگ تاریخ ایران کردند که به گفته یکی از یارانش با گوسفندهای سلاخ‌خانه هم نمیکردند. گناه کسروی چه بود؟ گناه کسروی در این بود که بر پایه باور به آزاداندیشی به نقد پاره از اندیشه های دینی پرداخته بود. درست یا نادرست، شما حق دارید به عنوان کسی که دیندار هستید به نقد او بپردازید. امکان پژوهشی و انتشاراتی گروه های مذهبی 100 بار بیشتر از احمد کسروی بود. 10 ها گروه مذهبی در ایران مؤسسه انتشاراتی داشتند. بیشتر ایرانیان با اونها هم سو بودند. در اون هنگام قم پایگاه شیعی به شمار می آمد و بسیاری از کتاب ها در اونجا به چاپ می رسید یا نوشته می شد.
می توانستند همان گونه که آقای خمینی کشف اسرار هزار ساله را در رد دیدگاه های حکمی زاده نوشته بود به نقد دیدگاه های او بپردازند. گروهی هم ایشان رو به دادگاه برده بودند، ولی کسانی توان پذیرفتن راهکارهای حقوقی و قانونی و اندیشه‌ای را نداشتند. کسروی رو با سلاح گرم و سرد در کاخ دادگستری، در جایی که بناست جایگاه قانون باشد، پایگاه قانون باشد، در زیر میز بازپرس کشتند. و شگفت این که یک نفر هم به جرم کشتن کسروی زندانی نشد. دستگیر شدند ولی زندانی نشدند، آزاد شدند. چه ارباب دین و چه بسیاری از بزرگان سیاست آن روز کشتن کسروی رو جنایت به شمار نمی آوردند. نامه های بسیاری به نخست وزیری اون زمان قوام السلطنه رسید که کشندگان کسروی رو آزاد کنند. و شور وقتا که جز یکی دو یادداشت کوچک در روزنامه های اون زمان هیچ کسی یادی از این مرد نکرد. بلوا و شورش و پرخاشی آغاز نشد که چرا این مرد بزرگ تاریخ ایران رو کشتند، جدا از این که با او موافق یا مخالف باشید. و امروز هم همچنان در این باره سکوت است. شما هم میهنان گرامی بروید و به تمام تارنماهای ایرانیان خارج نگاه کنید. امروز یک برگ کاغذ، یک خط در مورد کشتن کسروی در 20 اسفند نمیابید. در هیچ یک از تارنماهایی که در امروز بروز شده در خارج از کشور. شاید تنها تارنمایی که این برنامه امروز من رو بروز بکنه و منتشر کنه تارنمای آینده نگر باشد، ولی تارنمای دیگر سکوت خواهند کرد و کردند. و صد افسوس، تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش باد.